که امشب از قواعد وصال قاعده اصلی در وصال است. چند مقدمه باید بیان می شود. مقدمه اول حدیثی است از امام صادق علیه السلام. قیل للصادق علیه السلام حل العباده فی المعرفت سن. کسی از امام صادق پرسید آیا بندگان در معرفت خدا و در فهم معانی وصال که بزرگترین معنای وصال الهی و لقاء الهی حقیقت معرفت خداست و کف استانداردی که برای معنای لقاء به معرفت الله بیان شده عبارتی است که از امیرالمؤمنین معروفه: لو کشف القطاع مزددت یقینا. امیرالمؤمنین وقتی ازش پرسیدن آیا خدا را دیده ای، آیا به لقاء خدا رسیده ای، فرمود معرفت من، یقین من به خدا جوریه که اگر پرده ها کنار بره و خود خدا آشکار واضح بر من ظاهر بشه، به یقین من به وجود خدا چیزی اضافه نمیشه. الان که در غیب الغیوبی ذاتی و در هویت ذاتی پنهان یا هو یا من لا هو الا هو غائب ذاتی، تا وقتی که آشکار بشه برام یکی، انقدر الان به وجودش یقین دارم که اگه آشکار آشکارم بشه چیزی به یقین علی اضافه نمیشه. این کف اولیه اون استاندارد اولیه ایست که لقاء الله به معرفت الله در شما باید ایجاد بکن. بذارید یه حدیث دیگه ای از امام باقر در این زمینه راجع به معرفت امام زمان، از جابر ابن یزید جعفی، که خب جابر ابن یزید انقدر واصله، انقدر در لقائه، انقدر رسیده، انقدر سر بلده که 70,000 سر امام باقر و امام صادق در سینه اش. این جابر به امام باقر گفت متى یکون الفرج، فرج امام زمان کی میشه؟ حضرت بهش فرمودن یا جابر انت من ترید الدنیا، تو هم اهل لپولیس دنیایی، تو هم با فرج ما میخوای به یه جایی برسی، حکومتی، سیاستی، استانداری، وکالتی، وزارتی، هی میپرسی متى یکون الفرج، فرج کی میشه؟ اعرفس امامک ثم لا یضرک تقدم هذا الامر او تأخر. جابر برو امام زمانت جوری بشناس که اگر ظهورش عقب بیفته یا جلو هم بیفته هیچ تفاوتی به حال تو در میزان معرفت حاصل نشه. مگه ظهور امام زمان برای چیه که تو هی میپرسی متى یکون الفرج؟ هدف ظهور امام زمان چیه؟ تمام دنیا امام زمان را بشناسن و از معرفت امام زمان به معرفت الله برسن. ظهور برای ایه. اگر تو در زمان غیبت هست امام زمان را جوری بشناسی که چه ظهور بکنه چه نکنه، چه ظهور جلو بیفته چه عقب بیفته، تو ضرر نکنی، یعنی در حدی در زمان غیبت امام زمان را بشناسی و یقین به وجودش پیدا کنی که اگر ظهورم کرد چیزی به یقین تو به معرفت تو اضافه نشه. مثل لو کشف القطاع مزددت یقینا. جوری الان صاحب الزمان را بشناس
که وقتی هم ظهور کرد تو جلوتر به همون مقدار اهل ظهور شناخته باشی. این کف اولیه لقاء الله. حد استاندارد اولیش یه امام زمان را جوری بشناسی که اگر ظهور کرد چیزی به یقین تو به معرفت تو نسبت به صاحب الزمان اضافه نشه. خدا را هم امیر المؤمنین می فرماید من جوری شناختم که اگه خود خدا ظهور بکنه چیزی به یقین علی اضافه نه. این حد حفظ شماست. اگر خدا را این گونه شناختید به لقاء الهی بر اساس معرفت خدا رسیده اید و این شما را بیمه میکنه. این مقدمه اول. مقدمه دوم، حضرت صادق میفرمایند بندگان در معرفت خدا کاری نیست. ما دستمون کوتاه و خرما بر نخیل، پای ما لنگ است و مقصد بس دراز، دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. ما نمیتونیم خدا رو بشناسیم. بندگان در معرفت الله هیچ کاری ازشون بر نمیاد. معرفت الله سیر نزولی دارد. لقاء الله هم همین سیر نزولی داره. یعنی چی؟ یعنی خدا باید خودش به شما نشون بده، خدا باید خودش به شما معرفی کنه. شما نمیتونیم. این زمین دست و پای شما رو بسته. کاری ازتون در معرفت الله و در لقاء الله ساخته نیست. او باید خودش نشان بده. از امام صادق پرسید هل العباده فی المعرفت سون، بندگان در معرفت کاری هم؟ قال الله انما لهم القبول او الرد. خدا باید خودش معرفی کنه. دعاهام اینه اللهم عرفنی نفسک، خدای خودت به من بشناسون. تو قرآن یه ذره همچی روشنتر این دعا رو میگه رب ارنی، خدایا نشونم. رب ارنی کیف تحیی الموتا، خدایا نشونم بده قیامت چجوری برپا میشه. ما نمیتونیم قیامت رو بشناسیم، باید نشونمون بدن. سیر نزولیه، از بالا باید به ما حالی کنن. در آیات دیگه میگه و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. ما به ابراهیم نشون دادیم ملکوت آسمان ها و زمین ها را. ما نشون میدیم ملکوت آسمان، ملکوت آسمان ها و زمین ها غیبه، ما نمیبینیمش. خدا باید نشونتون بده. به ابراهیم چجوری نشون دادن مرده ها چجور زنده میشن؟ فخوز اربعتن من التیر، چار تا پرنده رو بگیر، خروس و تاووس و عمدنم تاووس که چون اون رنگامیزی وقتی تاووس پروا میکنه با اون دقت و نظم این دوباره شکل همون پرواز کردناش در بیاد، وقتی خوب این گوشت و پوست و پرک آنچنانی شو کلاغ و کبوتر و خروس و تاووس این ستاره سرشون رو ببر توی یه هاون، اینا رو بکوب خوب، این پر و استخون و گوشت رو با هم قاطی کن، بعد از این معجون رو چار تا کوه تکهی بگذار، چار قسمت کن، هر تکهش رو یه کوه بذار، بعد سر تاووس بگی دستت بگو یا تاووس تا ببینی این ذرات چجوری به این سر ملحق می شوند و تاووس با همون نظم پرش و همون زیبایی جلو تو پر را می کن و کلاغ را ببین و خروس را ببین و کبوتر. رب ارنی، از بالا باید لقاء الله بشه نشونتون، ولی از این پایین همی خاکا را می بینی. همین وقت انقدر گای احمق میشیم که به همین خاکا میگیم خدا. انقدر از این عرفای کج و معوج و ملای رومی و بدبخت محی الدین عربی و بدبختر از اینا این که از ما تحت اینا خوردن در طول تاریخ،
به دریا و بنگرم دریا تبین، خب بیشی نمینه رو ببین، به صحرا و بنگرم صحرا تبین، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تبین. بعضی هاشون که دیگه خیلی تند و تیزتر تو این مشهد، از همین آخوندهایی که تو مشهد بودن و از یه اراجیف میگفتن تو کتاب روح مجرد، ان العارف یرى الحق یرى الاشیاء عین ذاته تعالی. عارف کسیه که این دیوار را عین ذات خدا ببینه، خود خدا، این فرش عین ذات خدا بدانه، این خود خدا ذات حق. یه بدبختی آدمی که بهش نشون نداده، رب ارنی نگفته، اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک نگفته، لم اعرف نبیک، لم اعرف رسولک. و بعد در این سیر نزولی، اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. کسی که خدا را نمیشناسه، مسیلمه کذاب را هم پیغمبر میدونه. کسی که خدا را نشناسه، هر آشغال کله ای را رسول الله میشناسه، هر مدعی نبوتی. ولی کسی که خدا را شناخته میفهمه، هر کی دهن وا کنه میفهمه این پیغمبر راسته. یه رفیقی داشتیم شیراز، من تا حالا اینجور آدم ندیدم، یه باقی داشت بالا شهر شیراز، بگم قصر و دشت، تمام باقی دو طرفش حاشیه خیابون، زمینای او الان اگه به حساب الان حساب کنی متر 20 میلیون، 4 هکتار باغش، 3 تا خیابون از توی باغ رد شده، همش حاشیه بود. تمام این ثروت کذایی رو وقف امام حسین میکرد، تمام رو من دنیا نمیم. این آدم چشماش باز بود، آدم خوبی بود، ما رو دعوت میکرد شیراز، یه حسینی ای داشت تو اون ده قصر و دشت، باباشم از خانات همون منطقه بود و از اونایی بود که با انگلیسی ها جنگیده بود، از اونایی بود که زیر شکم از تاپ میخورد و رو از تیراندازی میکرد و رگبار میبست به انگلیس ها، زیر قدیمی های جنگاورای که گاهی رادیو قصه های شبش قصه این آقا رو میذاشت، نمیخوام حالا وارد اون معانیش. این وقتی با هم دیگه میرفتیم یه امامزاده ای، میفهمید یه امامزاده واقعیت داره یا نه، دقیقم می. کسی که خدا را فهمیده باشه، شناخته باشه، هر کی ادعای نبوت کنه راحت میشناسده، هر کی رو بگن این امامزاده است میشناس، اصلا میفهمه این سیده یا ناسیده، درک میکنه. شما نمیدونین معرفت الله چه لقاء اللهیه. حضرت موسی بن جعفر می فرماید لو علم الناس ما فی فضل معرفت الله لما مدوا اعینهم الى زهرت هذه الحیات الدنیا ولتلذذوا بمعرفت الله تلذذ من لم یزل فی روضات الجنات مع اولیاء الله الصالحین. اگر مردم بدونن چه اسراری در معرفت خدا هست، چه لذتی در معرفت الله و در لقاء به معرفت الله هست، دیگه اصلا این لذت های دنیا براشون هیچ جاذبه نداره، اصلا چشم نمی دوختن به این لذتهای زود گذر دنیا و لذت می بردن از معرفت خدا، انس با خدا، مناجات با خدا، نیایش با خدا، نماز در پیشگاه خدا، رکوع و سجودشون انقدر براشون لذیذ بود، نه مثل این لذت های دنیا، مثل لذت همنشینی با اولیاء خدا در بهشت جاوید
در محضر خاتم الانبیا و امیر المؤمنین علی. اون لذتی که اهل بهشت از معرفت از همنشینی با اولیاء خدا در بهشت میبرن، اون لذت رو اینا میبردن. الان تو دنیا حال چه حالیه، مقال چه مقالیه. ان معرفت الله نور فی کل ظلمه و شفاء فی کل داء. معرفت خدا نور است در هر ظلمتی، معرفت خدا شفاء هر دردی، معرفت خدا یقین است برای هر شکی، معرفت خدا لذت دائمی است و انس دائمی. اصلا این لذت های دنیا که مردم دنبالشن پوچ، هیچ، ضعیف، هیچ هیچ. این معانی که یه ذره روشن بشه، وقت معنای لقاء الهی با توجه به اون چه که دیشب گفت، لقاء به معرفه. این نکته دومه که حدیث امام صادق فرمود باید نشونه، همونطور که به ابراهیم نشون دادن، و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، به موسی نشونست، به موسی نشون دادن، به عیسی ابن مریم بردنش بالا بالاها نشونش دادن، به پیغمبر ما نشون دادن. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. بردیم بالا نشونش بدیم آیات عظمت، جلال، جبروت، اون نفوذ اراده خدا را در ارکان سماوات سبع و عرضین سبع و بهشت و دوزخ و عرش و کرسی نشون بدیم به پیغمبر، بلعیان بدیم، لنوریهو بردیم نشونش بدیم. شما چه کاره این؟ یک کار التماس کنه، رب ارینی، خدا نشونم. تا حالا رفتین به امام رضا بگین امام رضا نشونم بده، حقم داریم. جوانی آمد محضر حضرت رضا، گفت آقا من قبول ندارم تو امام منی. همینجوری که نمیشه قبول کرد، نشونم بده تو امام منی، حالیم کن. فقط هم به اونایی که تقاضا کنن و اهل باشن، لیاقتش داشته باشه. علامت لیاقت ثبت سفارش. هی بری بگی نشون رب علینی، آقا جون نشونم بده، آقا جون نشونم بده، آقا جون حالیم کن، آقا جون تا شما نشونم ندی من نمیبینم، نمیفهمم، من سمون بکمون اومیون فهم لا یعقلونم، خاطر جمع باش، نشونم بده، حالیدونم کن، منو از این جهنم جهالت و کری و کوری و گنگی که نه حرف بلدم بزنم، نه دفاع از امیر المؤمنین علی بلدم بکن، چون نه دیدم نه شنیدم نه عالیمه، منو نشون بده. حضرت فرمودن همین عصای من شهادت بده، من امامم، کافی تکفیتون، چه به درد من میخورد؟ عصا حرف بزنه خیلی چیزیه. تو اگر راست میگی امام منی، حجت خدایی، ولیی، مرتبط با لا حول ولا قوه الا بالله، تمام حول و قوه لا حول ولایی تو چنگته، اگر ان الله علا اقدرنا علا ما نرید، خدا به ما قدرت داده هر کاری رو بکنیم انجام میدیم، واقعیت داره. من یه عیال جوون داشتم خیلی عاشقش بودم، یک سال فوت شده، هر شب و روز در فراقش گریه میکنم، اعصاب ما حرف بزنه به چه دردم میخوره؟ راست میگی عیال جوون منو که یک سال پیش فوت شده زنده کن، بیاد خونه با من زندگی کنه، اینجوری نشونم بده. به سوز پدر عاشقی. احسن القصص قرآن قصه یوسف و زلیخاست که توش عشق و عاشقیه. بزرگترین معجزه و زیباترین اون قصه‌ایه که دوتا عاشق و معشوق را حضرت رضا به هم برسونه، و حضرت رضا از این قصه ها زیاد داره. اگه همین امشب تا صبح بشینی، تعدادی که تو حافظه منه
از عاشق و معشوقایی که امام رضا حقیقت وصل را انجام داده براشون، اینا را به هم رسونده. زنی که از خونه رفته، شوهر بیچاره با بچه ها نمیدونه چیکار. من دیدم به چشم، تو یک لحظه آتشی به جان این زن بعد از 2 سال که ول کرده بود رفته بود. وقتی پا منبر گریه کرد، عشق ریخت، گفتم الان پاشو برو حرم امام رضا. گفت فردا برم. گفتم فردا برو. فقط همین مقدار. گفت تصمیم گرفتم برم اما فردا میرم. الان بچه هام تو خونه تنها، نمیتونم تنهاشون بذارم. گفتم برو، همینقدر نیت کنی بری حرم حضرت رضا. آقا رفته بود خونه، ساعت 1:30 نصف شب به من زنگ زد، گفت حاجی این امام رضا کیه؟ من هنوز نرفتم حرمش، هنوز نگفتم. ساعت 1:30 نصف شب زنم خودش بلند شده آمده خانه. او کیه؟ من نرفتم، فقط تصمیم گرفتم برم. ای حضرت رضا راست میگه، عیالمو زنده کن. حضرت لبخندی زدن، فرمودن زود برو خونه، عیالت زنده کردم برات. با کفنش آمده تو خانه نشسته، چون تنهاست داره میترسه، مضطربه. خودت بهش برسون. را افتاد بره، فرمود 1 سال باید زندگی میکنه، 1 بچه هم برات میاره، ولی بعد 1 سال دوباره میمیره، چون تقدیر الهی بوده. من این کارو برات کردم که تو بفهمی، نشون بهت بدم من امام زمانت، من ولی الله هم، من حجت الله، نشونت بده. رب ارنی، ما نرفتیم تقاضا کنیم. هر وقت همین چیزای دنیا آشغالای ما، همش سرمون پایینه. گوسفندار دیدین سرشون همیشه پایینه؟ گاوا رو دیدین همیشه سرشون پایینه؟ تو جو و علف و سرت بالا کن، بگو رب ارنی، رب ارنی لقاء الله قانون اولش. و الا مثل ملای رومی و مثل بو علی و مثل ملا صدرا و مثل دنبال رواش و مثل محی الدین عربی، حد بس که سرت پایین و خاکاره ببینه همینا رو میگی خدا. یا برو ببین چه قصه ها داره، چه ارادی بیپا. کم کم انقدر نافهم میشن که اصلا میگن ایاک نعبد و ایاک نستعین. خطاب از خدا به خلقه، خدا به بندهاش، به خلائقش میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین. برو ارادیفشونو بخون، سرت بالا بگیر تا نشونت بدن. یه زوج جوانی از شیراز خودم دیدمشون، آمده بودن مشهد ماه عسل، تو حرم به امام رضا گفته بودن آقا برای ازدواج ما همه برامون هدیه آوردن، تمام فامیل برای ما هدیه آورد، ما ماه عسل آمدیم کنار قبر شما، نمیخوای شما به ما یه هدیه ازدواج بدی؟ آقا جان بابام برام یه سرویس طلا آورده بود. دختره گفت عموم طلا آورده، داداش هم طلا آورده، اون یکی چی آورده، یکی یکی شمرده بود. ما از شما این چیزا رو نمیخوام، ما میخوایم شما به ما نشون بدی یکی از معجزات تو جلو چش ما تو مشهد اجرا کن. میخوام خودم ببینم امام رضا چه کاره است. رب ارنی. گفت شب در عالم رویا دیدیم تو سن رو به رو پنجره فولاد نشستیم، اون و رو ایوانای روبروی پنجره فولاد کنار ایوان نشسته بود، تا جلو حجره ها جای قبر عاشق حسن علی تقریبا. یک دسته هیئت پاکستانی با لباسای بلند پاکستانی وارد شدن سینه میزد. جلوی هیئت یه پیرمرد نابینایی بود، عصا دستش بود، یه بچه 12 ساله عصای پیرمرد رو گرفته بود جلو هیئت می آورد راهنماییش. معلوم بود که این پیرمرد نابینا بزرگ این هیئت بود، چون هیئتی‌ها خیلی احترامش می‌کرد. اما هم پاکستانی بود. تو عالم رؤیا من دیدم وقتی این هیئت رسیدن جلو پنجره فولاد، حضرت رضا از پنجره فولاد آمدن بیرون، یه دستی به چشای این کشیده و این عصاشو انداخت و فریاد زد الان آقای عالم حضرت علی ابن موسی را دیدم، چشای منو شفا دادند و بینا کرد. ولوله شد و از خواب بیدار شد.
فردای اون روز خب ما عسل دیگه، من با عیال جوونم آمدم تو سن، همونجا که تو عالم خواب نشسته بودیم نشست به تماشا. یک وقت دیدم همون هیئت پاکستانی که دیشب خواب دیدم با همون لباسهای مشکی از در سن با علم و کتلشون وارد، همون پیرمرد محاسن سفید نابینا، همون پسر 12 سالم که تو رؤیا دیدم عصاشو گرفته بود جلو هدایتش میکرد. این هیئتیام خیلی احترامش میکرد. به زنم گفتم پاشو، امام رضا میخوان حاجت ما رو بدن، رب ارنی ما رو جواب بدن، جلو چشمون نشونمون بدن، بیا دنبال اینا بریم، این پیرمرده رو که نابیناست آقا میخوان شفاش بدن، من دیشب خوابش دیدم. آقا آمدیم دنبال اینا، ما زوج جوان شیرازی رسیدیم همراه این هیئت جلو پنجره فولاد. یک وقت دیدم ولوله‌ای شد، این پیرمرد عصاشو انداخت زمین، فریادی کشید، هیئتیا رفقاش ریختن گفتن چه شده، گفت امام رضا منو الان شفا داده، به زبون پاکستانی عصاشو انداخت و رفقاش انگشتراشونو نشون میدن، پسراش آمدن جلو یکی یکی رو شناخت، انگشترای فیروزه رو میگفت این آبیه، انگشتر عقیق رو نشون میگفت این رنگ یاقوتیه. قوقایی شد اون شب، اون وقت رب ارنی در چه مراحلی پیش رفته ای؟ به خدا قسم هر روز میتونید از این کارا بکنید تا اون یقین، تا برسین یواش یواش مثل یقینی که امیر المؤمنین فرمود لو کشف القطاع مزدد تو یقین، اگه پرده ها بره کنار به یقین علی اضافه نمیشه. شما به حالی برسی که اگه خود امام زمان ظهور کنه به یقین شما به صاحب زمان اضافه نشه، الان تو ظهور باشی، الان هدف ظهور رو بهش برسی، نه که من بگم زین العابدین فرمود ان اهل زمان غیبتهی القائلین به امامتهی الثابتین علی موالاتهی افضل من اهل کل زمان لان الله اعطاهم من العقول والافهام ما صارت به الغیبه به منزلت المشاهده و جعلهم فی ذلک الزمان به منزلت المجاهد بین یدی رسول الله بالسیف. اهل زمان غیبت مهدی من، اونایی که ثابت قدم بر ولایتش بمونن، اونایی که امام زمانشون رو به پشیز مال دنیا نفروشن، اونایی که به خاطر شهوات دنیا دست از امام زمان ور ندارن، اونایی که به یک کفش پاشن بلندی امام زمان رو نفروشن، اونایی که ثابت قدم بمونن، اونایی که هرچه فشار اقتصادی و نمیدونم مالی و زن و بچه و بیماری و سختی بیاد از امام زمان جدا نشن، خدا عقل و فهم و درکی به اینا میده که غیبت امام زمان برای اونها به منزله ظهور و حضور میشه. اون فهمه رو شب وقتش هم همین شبای مارمزونه، تا کی میخوام سمون بکمون امیون فهم لایه، تا کی اولائه که کل انعام بل هم ازل و سبیلا بمونیم. گیرم که 100 تا کیسه برنج دیگه تو ای شکم ریختین و یه 100 تا لش گاو گوسفند دیگه هم تو ای شکمه ریختین و بعدم مردین، قصه همی که تا الان بوده، الانی خوردنا و خوابیدنا و دستشوی رفتنا و هموم رفتنا ما رو به کجا رسونده؟ 100 تا لش گاو دیگه هم بیشتر میخوری؟ 100 تا کیسه گندم دیگه یا کیسه برنج دیگه هم بریزی تا بعد بیمیری؟ قصه همیه، همین آب و علفه. گم شدتون چی بوده در این مدت عمر؟ یا صاحب الزمان، شرمنده ایم از شما که مثل بهائم من زندگی کردم. امشب فقط یه قسم میدم، او مجلس گفتم ولوله افتاد، امشب من در این
شبای مازون هر شب کاسه گدایی ما میبرم در خانه یکی از انوار مقدسه چهارده معصوم. دیشب در خونه پیغمبر بودیم، امشب میخوام بریم در خانه امیر المؤمنین یا علی بگیم. یا علی، یا علی، گوشت از یا علی پر آقا. خیلی تو عالم یا علی گفتن و شما شنیدی و حالا دلت خواسته جواب بدی به بعضی ها، دلت خواسته جواب ندادی. اما یک یا علی بوده توی عالم که با همه یا علی های جبرئیل و میکائیل و آسمانیان و زمینیان متفاوت بوده. من امشب شما رو به اون یا علی که از بین در و دیوار صداشو شنیدی قسمت آقا، نه تنها ما علی گوییم که داور هم علی گوید. به هر جایی که در ماند پیامبر هم علی گوید. به این عالم علی گفت و به محشر هم علی گوید. به هر رنج و بلا زهرای اطهر هم علی گوید. به اون یا علی زهرا قسمت میدم. به خدا وقتی صدا نالش رو شنید که زیر تازیانه صدا زد یا علی، کمر علی روی